شاگردای عزیز، السلام علیکم. و ما در لکچر 12 سوالای خانگی داده بودم، ما جوابایش نوشته میکنم و شما ببینید که سوالای خانگی رو درست حل کردیم یا نه. سوال 7 بود، حلش منفی 1 است. سوال 8 منفی 8 است. سوال 9 منفی 1/9 از جوابش. سوال 10 1/6 از جوابش. سوال 11 1/4 و 8 است که این جواب ها از سوال های خانگی در لکچر 12 است. و حال ما لکچر 13 را براتون آغاز میکنم. برای اینکه ما لکچر 13 را آغاز کرده باشم، ما میخوایم که یک مقدار جوابا سوالا استاندارد تر باشه. از دو خاطر ما سوالا را در کمپیوتر خود یادداشت کردیم، اینا را یک یک تا انتقال میتونم و حل میکنم. مثلا سوال یک، سوال یک: x به طاقت 2n جمع 1/ x به طاقت منفی، یا مثلا 3n منفی 4. میخوایم که ایره به طور مثال حل کنم. به اینجا ایام یک حد است، ایام یک حد است، ایام اکس داره، ایام اکس داره. و برای از ایک ایره به سادگی حل کرده باشیم، ایره به صورت میبرم، نوشته میکنم x به طاقت 2n مثبت 1 ضرب ایره که به صورت ببرم x به طاقت ایام منفی میشه، ایام علامه تاوان منفی میشه، منفی 3n مثبت 4. اگر منفی است مثبت است منفی میشه، اگر منفی است مثبت، علامه تغییر میکنه و این شکل مخرجش 1 میمونه. و این مساوی است با، ببینین، از مخرج صرف نظر میکنیم، یک اکس میگیریم، تاوانا رو جمع میکنیم، نوشته میکنیم 2n جمع 1 منفی 3n جمع 4 به اساس فرمول ضرب که در دو لکچر اشاره کردم. یعنی باز هم نشته میکنم که به اساس فرمول x به توان n ضرب x به توان m که توانا با هم جمع میشه و تفریق میشه، یکی از x ها را گرفتیم. و این مساوی میشه x به طاقت 2n منفی 3n منفی 1n مثبت 1 و مثبت 4 مثبت 5 بیشه. و ایره میتونیم که دگام ایره هم نشته کنیم، جدا جدا بگیم x به طاقت منفی n ضرب x به طاقت 5، ایره هم میتونیم نشتهش کنیم. و خاطر ازی که یکی از اکساره که بگیریم تا اونا رو میتونیم به این شکل جمع تفریق کنیم. و اینه میتونیم که بگویم تاوانش منفی بسازیم، بگویم x به تاوان 5 در جایش، و اینه به مخرج بیاریم، بگویم x به تاوان مثبت n. یعنی به این شکل بالاخره هم میتونیم ساده بسازیم که ایره به مخرج که یک هست به مخرج انتقال دادم و تاوان منفی بود مثبت شد. ببینید سوال دیگر کار میکنم. سوال دیگر مثلا سوال دیگر نشته میکنم. سوال دوم نوشته میکنم که خط بر x y x مربع y مربع زید بر x به توان منفی 1 y به توان منفی 2 و زید به توان منفی 3 کل به توان 2. ایره حل میکنم. ببینید ایره اتو حل میکنم. یک موضوع رو شما بفهمین که ما شما عملیه جمع و تفریق داشتیم، تقسیم عملیه ضرب داشتیم و تقسیم داشتیم. اول عملیه تقسیم اجرا میکردیم در حساب، سه حساب الجب کلش عملیه ها به یک ترتیب اجرا میشه. دوم عملیه ضرب اجرا میکردیم و سوم هم جمع و تفریقه. عملیه چهارم طاقت است. اول همیشه باید طاقت اجرا کنیم. یک سوال اگر طاقت می باشه، تقسیم می باشه، ضرب می باشه، جمع و تفریق می باشه، اول طاقت اجرا کنیم، بعد از او تقسیم اجرا کنیم، بعد از او ضرب، بعد از او جمع و تفریق. این در طاقت ها
ترتیب در نظر گرفته نشده. هر فرمولی که شما اول تطبیق میکنین از اون نو فرمولی که در لکچر 12 در لکچر 11 نوشته کردم، هر فرمولی که اول قابل تطبیق است میتونین تطبیق بکنین. مثلا بین این سوال بس میکنین، ما میشه که چه کار کنم؟ یه چند کار انجام داده میتونم. ما میتونم که در اینجا اول اینی دوره اجرا بکنم، یعنی صورتم به تاوان، مخرجم به تاوان. یا میتونم اول اینی منفی ها را مثبت بسازم با دوره اجرا کنم. هر کدومش که اول انجام میتونم. مثلا ما این را نوشته میکنم که x مربع و y مربع زائد کل و طاقت چند؟ کل و طاقت دو. مخرجم کل و طاقت دو، x و طاقت منفی 1 y و طاقت منفی 2 زائد به طاقت منفی 3 کل و طاقت دو. هم صورت به طاقت دو هم مخرج یکی از فرمول ها بود. اگر بیان داشته باشین دقت کنید او کدام فرمول بود. این فرمول بود به اینجا که x به تاوان x بر y کل و تاوان n، صورت جدا و تاوان n، مخرج جدا و تاوان n. این هم امو کار کردم. فرمول دیگه ای بود که ای جدا و ای تاوان، ای جدا و ای تاوان، ای جدا و ای تاوان. یعنی x مربع جدا و تاوان دو و وای مربع جدا و تاوان اینمی دو و زید هم جدا و تاوان دو. همچنان اینجا ممتور x و تاوان منفی 1 جدا و تاوان اینی دو و وای و تاوان منفی 2 جدا و تاوان اینی دو و زید و تاوان منفی 3 جدا و تاوان اینی دو. این فرمول هم شما باید دارین. این فرمول که جدا جدا اینی فرمول بود که x و تاوان n کل و تاوان m که ما میتونستیم ایره جدا جدا ببخشید، میتونستیم این رقم که x ضرب y کل و تاوان n هر کدومش جدا جدا به تاوان بگیریم. اینجا مساوی، ببینید مساوی اینه به اساس اینی فرمول x به تاوان n کل به تاوان m که تاوانا با هم ضرب میشن، x به طاقت 2 2 4، y به طاقت 2 2 4، z به طاقت 2 خودش، تاوانها ضرب میشن. منفی 1 ضرب منفی مثبت 2 منفی 2، اول منفی ها ضرب میشه، منفی ضرب مثبت منفی 1 2 2، وای به طاقت منفی ضرب مثبت منفی 4 2 2 4، زید به طاقت منفی ضرب مثبت منفی 2 3 6 بیشه. بعد از این منفی ها را به صورت انتقال میتیم که مساوی میشه، نشته میکنیم x به طاقت 4 وای به طاقت 4 زید به طاقت 2 ضرب x میره به صورت مثبت میشه، وای میره به صورت مثبت میشه، مثبت 4 میشه، زید میره به صورت مثبت 6 میشه، مخرج 1 میمونه، مساوی. اینه ببین کلش ضرب است، x x این دو تا 1 تا میشه، تاوان 4 و 2 6 جمع میشه. از فرمول ضرب استفاده میشه، تاوان ها جمع میشه، ضرب است بینشون. وای تاوانش 4، وای تاوانش 4، 1 وای ضرب میشه، 4 جمع 4 8، زید تاوانش 2 تاوانش 6، 6 و 2 8، بالاخره 8، مخرجش 1 نشته نمیشه. و معمولا این رقم ها میتونیم بگیم که x y z کلش تاوانش 8، این رقم ها میتونیم بگیم، این رقم کلش، یعنی جی و تاوان جدا و تاوان ببخشین یک 6 هست، صفحه میخواییم بسیار رفت میتونیم، نه این کلش 8 نیست، این 6 هست، پس که نیست به این شکل میتونیم این را ارائه کنیم. واو، این جواب چی هست؟ سوال دو هست. سوال دو رو به دیگه طریق هم حل میکنم. ببینید طریق دومش چه کار میکنم. ما برای شما گفتم که هر عملی طاقت از فرمولا که تطبیق میکنین ترتیب اونجا مهم نیست که کدام فرمول اول تطبیق کنین، اون مهم نیست. مثلا ما میایم این تاوان اجرا نمیکنم، منفی ها رو مثبت میسازم، چه کار؟ کلی منفی ها رو میبرم به صورت، تاوان دو در جایش باشه، در جایش، اما ما مخرج 1 میگیرم، یا رو نشته میکنم x مربع y مربع زید، یا رو میبرم به صورت، یا رو نشته میکنم x با تاوان 1، یا رو نشته میکنم y با تاوان 2، یا رو نشته میکنم زید با تاوان چند؟ 3، ات رو نشته میکنم.
بیشک مخرجش یک، از یک صرف نظر میکنم مساوی. ببین آلو چی کار میکنم؟ ضرب میکنم اکس تاوانش دو، اکس تاوانش یک، نشته میکنم اکس تاوانش سه، دو یک سه، وای تاوانش دو، وای تاوانش دو، وای تاوانش چار، دو دو چار، زید چار، زیدم یک، یعنی زید تاوانش یک، یک سه چار، بر یک یک مخرج نشته نمیکنم، کل تاوانش دو. هر عددی که مخرج نباشت مخرجش یک. حالا از این فرمول تاوان تاوان استفاده میکنم. این از این فرمول اگه باید داشته باشین x دالت ضرب که از x ضرب y و تاوان اینجا ضرب است، این دو بالای از این بالای از این بالای از این بالای هر کدامش x و تاوان 3 بالایش این دو، y و تاوان 4 بالایش دو، z و تاوان 4 بالایش دو، این دو کلش بالا هر کدومش. بعد از او بعد از این فرمول استفاده میکنم x با تاوان m کل با تاوان m که تاوان ها با هم ضرب میشه، یعنی x با تاوان 2 3 6، y با تاوان 2 4 8، z با تاوان 2 4 8 به این شکل بعد اسمیه. یعنی ما میتونیم که در اجرای طاقت ها هر فرمولی که به یاد ما آمد او را تطبیق میکنیم. یعنی در این جهت می نیست که کدام فرمول ما باید اول در طاقت تطبیق کنیم. من سوال بعدی را، یک سوال دیگر را هم حل می کنم. ما می خواهیم که یک سوال دیگر را نوشته کنم براتون حل کنم. ببینید که مصاحبه چی میشه. به طور مثال سوال پیشتر چندم بود؟ سوم بود فکر میکنم، سوم. ببینید اگر سوم رو بود چهارم بود، ای به توان منفی یک، ای به توان منفی یک، بی به توان منفی یک بر بی مربع کلش به توان دو ضربه قوس ای مربع بی بر ای به توان سه، ای مربع بی بر ای به طاقت سه و میشه کل به توان منفی دو ضرب ای بر ای به توان دو بی به توان منفی دو کل به توان سه. فرض میکنیم که اتو یک سوال باشه، فرض میکنیم که اینطور یک سوال باشه و اینطور باشه، فرض میکنیم. ببینید اینه حل میکنیم، این سوال حل میکنیم. باز هم میگم که هر فرمولی که قابل تطبیق باشه در اینجا نوبت حتمی نیست که ما نوبت در نظر بگیریم. مثلا به طور مثال ببینید من چه کار میکنم. اول این تاوان اجرا میکنم، ایم به تاوان دو، ایم به تاوان دو، پس اینجا ضرب است. وقتی که نوشته میکنیم منفی ضرب مثبت منفی دو میشه، بی به تاوان منفی یک ضرب دو منفی دو میشه، بی به تاوان دو دو چهار میشه به این شکل ضربه. ببینید ای به طاقت منفی ضرب منفی مثبت چهار، بی به طاقت منفی دو به خاطر یک ضرب منفی دو منفی دو، ای به طاقت مثبت ضرب منفی منفی دو سه شش به این شکل ضربه. دیگه شو ببینید ایره، ای به طاقت سه بر ای به طاقت منفی دو ضرب سه تاوانا ضرب میشه منفی شش، بی به طاقت چند دو سه شش منفی شش. آله ببین چند راه وجود داره، تاوانا را مثبت بسازیم یا مخرجا را ضرب میکنیم، صورت ها را به هم ضرب میکنیم. بسیار آسان، صورت ها را ضرب میکنیم، ای 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 چند تا کسر است، کسرا خو میفهمید ضرب شکل در حساب خوانده بودیم، صورت به صورت ضرب میکنیم. حالا صورت به صورت که ضرب کنیم اینجا هم ای، اینجا هم ای، اینجا هم ای، یک ای را میگیریم، تاوان از این منفی دو از این چهار از این سه، یعنی منفی دو جمع چهار جمع سه، تاوانا جمع میشه منفی بود منفی جمع بود جمع، بی یک بی را میگیریم تاوانا را. ببین منفی دو منفی دو
منفی دو منفی دو منفی چار، یعنی منفی دو منفی دو. بی مخرج ببینید، بی بی تاوانش چار، بی تاوانش منفی شش، چار منفی شش. و ای رو ببینیم، ای تاوانش منفی شش منفی شش منفی شش منفی شش، مساوی. ببین مساوی مساوی ای و طاقته. بگویم چهار و سه هفت از هفت که دو کم شوه پنج، ای و تاوان پنج. بی و تاوان چند؟ بی و تاوان منفی چهار. اینجا نگاه کنیم، بی و تاوان چند؟ بی و تاوان از شش که چهار بره منفی دو. ای و تاوان منفی دوازده، منفی شش و منفی شش منفی دوازده. تاوان های منفی رو مثبت میسازم. آل اینجا وقتی که مثبت بسازم، ای و تاوان پنج خودش مثبت است، دیگه کلش تغییر میکنه، این میره به بالا. بی و تاوان مثبت دو میشه، این هم به بالا میره. تاوانش ای و تاوان مثبت دوازده میشه، این میاه و پایان بی و تاوان مثبت چهار میشه. مساوی. ببینید ای ای یک تا ای تاوانا جمع پنج و دوازده ابده. بی و تاوان دو، بی و تاوان چهار، چند دونه بی؟ دو دونه بی و دو دونه بی مخرج خلاص. در اکشارهای قبل تشریح کردم، ای و تاوان ابده بر بی و تاوان دو، این جوابش بالاخره پیدا میشه. تنها این راه نیست برای حلش، دیگر راه هم است. ما میتونیم که مستقیما مثلا غیر از او ایرا صورت هم به تاوان خو امو کار کردیم، بله. دیگر رایی اگه باشه میتونیم که تعقیب کنیم. منفی ها رو میتونیم مثبت بسازیم اول، باز بعد از اینکه منفی ها رو مثبت ساختین باز عملی طاقت انجام، یعنی منفی رو میتونین مثبت بسازین، کسر سرچپه کنین، یعنی هر کدام فرموله که اول تطبیق کنین جواب میبره. خب لطفا شاگرد عزیز، باز هم میگم که قلم و کتابچه رو بگیرید، این سوالا رو تمرین کنید، این میره سه دفعه نشته کنید، تمرین کنید تا که جواب پیدا کرده بتونید. یک سوال ما خانگی میتون و یک سوال خانگی رو حل بکنید. سوال خانگی رو حل کنید. سوال چندم بود؟ یادم رفت، بیشتر که نفهمیدم. سوال پنجم میشه فکر میکنم، سوال شمالیش از پیشم رفت، شما تعقیب کنید. ای بی و تاوان منفی یک بر بی مربع کل و طاقت دو ضرب ای مربع بی و ای و تاوان سه کل و طاقت منفی دو ضربه ای بر ای مربع بی و تاوان منفی دو کل و طاقت سه. این سوال هم حل کنید. تشکر. لکچر بعدی را تعقیب کنید.